بچه سلام سلام هلو من تصویر و صدا ببینم چجوریه خوش آمدی بچه تصویر و صدا و اینا همه خوبه های های برام بنویسیم یکی دوباره اینکه هم اچیز شد بخار گرفت خوش آمدیم اوکی بچه موضوع لایو امروزمون یه سری مسائلی که اتفاقایی که این چند وقت افتاده و در مورد اون میخواستم تو لایو امشب صحبت کنم یه سری مسائل حالا من قبلش نوشته بودم رو نوت میام صحبت کنم اما دیدم نمیشه وقتی که بخوام اگه بخوام تو رو نوت رو نگاه کنم من رشته کلم از دستم میره معمولا این کار نمیکنم یکی دو بار تا حالا شده که نوشته بودم بغل دستم بازم از رو نوشتم که میخواستم براتون صحبت یعنی اون هم بازم رو نوشته که نگاه میکردم که یادم بیفته یه سریش یادم رفت بگم برای همین گفتم که همینجوری با تو صحبت کنم مثل همیشه بهتر اینه که تا بخوام رو نوتی یا چیزی رو نگاه کنم خوش آمدیم بچه ها من معمولا سر وقت میذارم رای و فکر کنم امروز یه یه دقیقه ای فقط دیر شد تا بخوام بیام انقدر اینجا هوای اینجا معلوم نیست چجوری شده یه دقیقه گرمه یه دقیقه سرده من این پوشیده بودم دیدم یه دفعه دیدم مثلا لرزمی گرفت نه هنوز خوب نشدم نه بچه هم. حالا یه اسپری دکتر بهم داده اون رو باید بکنم توی بینیم دو تا پیس بزنم دو تا هر, هر کدوم مثلا دو تا پیس دو تا پیس در روز بزنم از روزی که این رو دارم میزنم احساس میکنم یکم حالت گلوم و اینا یه ذره بهتر شده یکم آلت بهتری پیدا کردم اوکی بچه من لایو رو شروع میکنم ببینید اه اه یه لایوی یه چیزی بگم بهتون که بچه این لایو واقعا برای من خیلی سخته صحبت کردن تو این لایو برای اینکه که ام... معمولا که من میذارم ب... بچه هایی که با هم دیگه حالا توی کانال تو گروه یه سری مسائلی که پیش میاد ما میایم در موردش لایف میذاریم و صحبت میکنیم و معمولا بچه که ارتباط زیاد نزدیکی ما با هم نداریم مگر اینکه میگم همون رابطه ای که قبل مثلا توی گروه باشه توی کانال باشه یه سری مسائل اینجوری رابطه ای که بخواد خیلی نزدیک باشه رابطه دوستانه اونجوری باشه نه مثلا رابطه یه همچین رابطه با خیلی نداریم اما این لایف که من میخوام صحبت کنم در مورد البته یه سری صحبت ها سهر اومد کرد توی لایوش من در مورد اونا میگم نکته برداری نکردم که بخوام بیام دونه بدونه دونه بدونه جواب بدم نه یه سری مسئله همجور کلی میخوام براتون با هم دیگه یه صحبتی بکنیم اولا که من اینو بگم بهتون که خب همون که تو استوری من دیدین بیشتر مسائل در مورد میگم همون صحبت هایی که سر تو لایوش کرد اول لایو هم گفتم واقعا برای من سخته چون در مورد من آدمی نیستم که بخوام حالا چه چه غریبه باشه چه آشنا باشه چه دوست باشه بخوام خیلی روک بیشتر وقتا صحبت بکنم اما خب این مسلمه برای من این حالت رو داره که زمانی که من بخوام در مورد کسی صحبت کنم که دوستم باشه حالا به هر حال باهاش یه رابطه عاطفی داشته باشم یه رابطه داشته باشم بیشتر از روابط معمولم بیشتر از روابط روزانم یا به مثلا کسی که خب به هر حال برای من یه حالت دوست داره کسی که هفته ای حالا دو سه بار ما با هم در تماسیم صحبت میکنیم میگیم میخندیم ناراحتی رو با همیم خوشحالی رو با همیم خب این وقتی که این رابطه پیش میاد مسلما صحبت کردن در مورد این روابط آدم خب خیلی سخت برای من خب خیلی سخت داره چون که م... به بهتون میگم آره من یکی برام سخته وقتی که با یکی رابطه دوستانه داشته باشم و بخوام بیام حتی بهش انتقاد کنم حتی بهش بخوام انتقاد کنم این مسئله برای من سخته بر حال حالا میگم سر اومد تو لایوش یه سری انتقادات به من کرد و در مورد من و نونا البته که گفتش که یه سری مسائلی پیش اومده بود که سر احساسش به این بود که من چون نونا دوست منه و با من رابطه نزدیکی داره من اون انتق... مثل میگم اون مسئله رو دیدم چشپوشی کردم انتقاد نکردم یه همچین حالتی خب اینو سهر درست میگه مسلمه من همونجی که الان بهتون گفتم من وقتی با یکی رابطه نزدیک داشته باشم برام سخته که بخوام بهش انتقاد کنم یا اگرم از دستش ناراحت بشم یا مسئله ازش ببینم سعی میکنم باش حالا تو اون تماس تلفنی که با هم داریم صحبتی که با هم داریم و مساله رو حل کنم تا اینی که بخوام بیام توی لایو در موردش صحبت کنم حالا برمی گردیم به این چند تا نکته ای که سهر بهش اشاره کرد در مورد مسائل... در مورد یه سری مسائل اتفاق افتاد تو گروه که نونا از گروه رفت لفت داد توی گروه نمود لفت داد از گروه رفت و م... م... کلن صحبتی که نونا کرد یعنی لفت دادنشو برگشت گفتش که چیزی که تا جایی که من میدونم گفت که به خاطر این بوده که احساس کرده یه سری مسائل به حق نیست یه سری از مسائل سر بعد از لایف چتی که ما گذاشتیم تو گروه به مورد نونو برگشت که من احساس کردم که اونجا حق مجید مقدم پایمال شد و اجازه صحبت کردن به مجید داده نشد و یکی از دلایلی که من لفت دادم این مسئله بود خب من این مسئله رو من با نونا با هم دیگه میگم بچه حالا این لایف هست سیو میشه نونا نمیدونم تو لایف هست یا نه این لایف رو میشنه و اگر که جایش اوکی نبود یا مشکل داشت میاد حالا در موردش خودش صحبت میکنه و نظرش رو میگه من با نونا در مورد این مسئله صحبت کردم ببین نونا صحبتش این بود که زیبا اجازه صحبت به مجید مقدم نداد و این مسئله حق و برابری برای هر مساوی نبوده این من حرفی بود که نونا زد البته میگم من خودم تو اون لایف چت بودم کامل بودم تو لایف چت زمانی که مجید اومد بالا صحبت کنه زیبا ازش که دو تا سوال کرد زیبا ازش که دو تا سوال کرد و مجید برگشت گفتش که من هستی که بچه الله شد سیوه مجید برگشت گفتش که من مجبور نیستم جواب سوال تو رو بدم من مجبور نیستم جواب سوال تو رو بدم هر چیزی که دوست داشته باشم جواب میدم دوست نداشته باشم جواب نمیدم خب به هر حال اونجا اون تریبونی بود که زیبا مجید داده بود و خب به هر اگه تو نمیخواید ازت سوالی بشه جوابید بدی خب پس توی لایف شد چرا شرکت کردی به هر حال سوالایی هست که برای همه ماه ها و میخواستیم از تو بپرسیم که جواب بدی گفتیم من اینجا موظف نیستم جواب بدم سر همین شد که زیبا مایک که مجید و بس حتی من وقتی که اومدم بالا گفتم چند تا سوال از مجید مقدم دارم زیبا گفت بنویس گفت بنویس چرا چون قبلش مجید مقدم گفت بود من مجبور نیستم جواب سوال بدم من به نونا گفتم ببین نونا این مسئله رو من و نونا صحبت کردیم گفتم ببین این زمان به مجید مقدم داده شد این زمان به مجید مقدم داده شد این وقت بهش داده شد که بیاد صحبت کنه حالا اون لحظه این عصبانی بود حمله شده بود بهش حالا ببین خود منم توی اون لایف شد خیلی مورد حمله قرار گرفتم خود منم مورد حمله قرار گرفتم اصلا لایف شد یه جوری موضوعش برعکس شد و افتاد رو من در از بیشتر من رو کردن تو اون لایف شد بودم به هر حال منم عصبانی, منم عصبانی بودم منم عصبانی بودم منم ناراحت بودم اما را چیز کردم خودم کنترل کردم سوالایی که ازم شد تا حدی جواب دادم تا جایی که میتونستم جواب دادم و بعد از لایف چت هم یکی دو تا سوال بود که یه دونه فکر میکنم سوال بود که من براش در موردش یه وایس دادم و توضیح دادم من به نونا گفتم که ببین نونا اوکی اگر که تو فکر میکنی که مجید حقش گرفته شده صحبت نکرده من یه پیشنهاد بهت میدم تو به مجید مقدم یه پیام بده بهش بگو که ازش بخوای که یه لایو با تو بذاره ازش بخوای یه لایف با تو بذاره و تو تو اون لایف بهش این فرصت رو بده که هر صحبتی داره بیاد بکنه اگر فکر میکنی که این ناحقی براش شده خب بیاد صحبت کنه و من تا جایی که در جریانم میدونم که نونا به مجید پیام داده نمیدونم بهش این پیام حالا به هر حال نمیدونم تو واتساپ یا تلگرام نمیدونم و بهش گفته که اگر که میخوای این لایو با هم بذاریم البته نونا خودش میگو من خودم هم نمیدونم که تا چه حدی آمادگی این لایو رو دارم حالا میگم بچه بالا پایین نشه صحبت های من که نو من از نونا پرسم که نونا چی شد گفتش که مثل اینکه که منجید گفته که من نمیخوام در مورد این مسائل صحبتی کنم نمیخوام در مورد این مسائل صحبت کنم و حاضر به گذاشتن این لایو نیستم تا جایی که من در جریانم یادم خب ببین این مسئله خب اوکی این مسئله که خب حقش گرفته شد و حتی یه چیز دیگه هم بود که زیبا برگشت گفتش که بعد از این لایف چت ما به مجید یک لایف چت اختصاصی میدیم کامل فقط حالا یک ساعت هر چقدر یه لایف چت اختصاصی میدیم که خود مجید بیاد صحبت کنه بیاد صحبت کنه سوالایی که ازش پرسیده میشه رو جواب بده یه همچین حالتی یعنی یه وقت اضافی هم بهش داده شد حالا میگم تا جایی که من میدونم که مجید گفته بود که من نمیخوام نمیخوام بیام صحبت کنم و اصلا نظری هم تو این مسائل دیگه ندارم مسئله محسا هیچ ربطی دیگه به من نداره من این نقل قولی که مال مجیده دارم بهتون میگم مسئله محسا دیگه به من ربطی نداره مسئله الان تو ایران تو بغل وحید خوابیده اگه قرار به صحبتی هست وحید بیاد در موردش صحبت کنه بس من صحبت دیگه ندارم این از این خب ببینید این مسئله که حق مجید مقدم زایی شد خب اینو برای نونو من من و نونو با هم دیگه این مسئله رو باز کردیم در موردش صحبت کردیم یکی این مسئله بود یکی دیگه از مسائلی که نونو رو خیلی آزار داده بود ناراحت شده بود در موردش بچه من کامنت ها رو اگه چی باشه مجبور میشم ببندم و, و یکی دیگه مسئله که نونا به من صحبت کرد در مورد وام بانکی بود در مورد وام بانکی بود برگشت گفتش که ببین هم مثل این مسئله رو به زیبام گفته بود نه, به نه, نه, که فقط به من به خود زیبا و به گفته بود که چرا به پریسا و سینا هیچ کس در مورد پریسا و سینا هیچی نمیگه در مورد وام بانکیشون چرا همه فقط اسم مجید رو میارن ببین اون موقع که نونا این مسئله رو برای من گفت من فکر کردم که سینا و پریسا وامشون رو دادن تموم شده چیز کردن حساب کردن و دیگه پول دیگه این نمونده قصه نونا رو پرداخت نکرد این چیزی بود که من یه لحظه پیش خودم فکر کردم برای اینکه یه هدیه هم مثل اینکه نینا داده بود که از وام حالا سینا کم بشه و اینا یکم من اینجا من اشتباه من بود که وقتی نونا به من اینو گفت که وقتی نونا اینو به من گفت مثلا جا خودم گفتم یعنی نونا سینا و پریسا واماشون رو دادن تموم کردن اصلا هیچ پرداختی به تو نبوده که دیگه یه توضیحی برای من داد گفتش که نمیدونم قرار بوده یه ما اونجا بودن دو ما اونجا بدن که حالا این مسئله وام بانکی هم حل شد این مسئله وام بانکی هم حل شد بازی با صحبت کردن این مسئله رو حل کردن و دیگه مون مسئله وام مجید مقدم وام مجید مقدم که زیبا به نونا گفتش که تو خودت با مجید با هم دیگه حساب بکنیم که یعنی مجید اگر وامی رو میخواد پرداخت کنه پرداخت کنه به حساب تو دیگه به حساب ما نه این بمونه براش که این مثلا نونا رو اذیت کرده بود من فکر میکنم نونا این حرفو رو هیچ وقت نیومده بود بزنه نمیدونم حالا گفته یا نه بگش گفتش که ما این بانک بان، این این گروه رو زدیم که دور هم این مسئله رو حل کنیم نه اینکه الان بیاد مسئله بشه که نونا تو خودت برو مثلا مثلا خود خودت ببونی و مجید یعنی مجید با تو حساب کتاب کنه البته زمانی که نونا رفت سوئد موقعی که میخواست اون سی رو اون وام اون وامو صاف کنه پرو وام مجیدو من بهش گفتم که نونا اگر یک زمانی مجید مقدم وامشو به تو نداد یا با تو حساب نکرد نصفی از اون حسابو من میدم یعنی صحبتی بود که اون موقع که نونا داشت میرفت آلمان که این مسئله الان هنوز الان من تا جایی که میدونم مجید وامشو داده تا اندازه که باید میداده سر مایک که داده یعنی عقب الان نیفتاده اما مسئله که نونا مقایسه کرد با هم ببین سینو و پریسا هیچ هیچوقت سر مسئله وام و اینا به مشکلی نخورده بودن یعنی همیشه سر وقت اون وامشونو میدادن اما چرا, مز... چرا زیبا؟ تا میگم بچه این چه حسای منه ممکنه الان فردا زیبا لایف بزاره بگه نه همچین چیزی نبوده یا نونا لایف بزاره بگه نه همچین چیزی نبوده تو اشتباه فکر میکردی خب من دارم مسئله خودم رو میگم این چیزی که خودم حس کردم رو میگم چرا زیبا یکم سر این مسئله که وقتی نونا برگشت گفتش که چرا به پریسا و سینا چی نگفتین اما مجیدو دارین میگین وامشو نداده بخواهد که مجید حالا روی اون لجبازی خودش روی حالا به بغ... خودش اسمش رو میذاره شیطنت اما رو لجبازی رو کلکل کل کردن سر مسئله بانک وام بانکی من یادمه یه دونه متن بالا بالا نوشته بود که اگر یک نمیدونم کلمه جایی در مورد من حرف بزنین پنج یورو پر نمیدونم اگه دو یورو فلان کنین یه جا اسم من بیارین ده یورو پر بعد یه جا به دیبا گفت دیبا مثل این که به زیبا گفته بود که مجید گفته من وامو میدم اما دارم اذیتشون میکنم میخوام که مثلا حالا نمیدونم لجبازی یا همچین چیزی اما خب مثلا سینا و پریسا همچین مسئله رو اصلا نداشتن سینا و پریسا همچین مسئله رو نداشتن حالا درست ممکنه یه قولی به نونا داده بودن اما اون قولشون انجام نداده بودن مثل اینکه سینا گفته بود یه جا میرم عکس میگیرم برای تو و م. پریسا هم قرار بود یه نقاشی برش بکشه و این نشد به هر حال حالا همه اینا تموم شد الان من اینجا یه چیزی میخوام بگم ببین من احساس میکنم همه این مسائل از طرف نونا یه بهانه بود این چیزی حس منه یه بهانه بود نونا میخواست دور بشه نونا میخواست م... نباشه کنار مثلا تو گروه نباشه م... م... مسائلی که برای نونا آخر سر اتفاق افتاد یه سری از این گروه های مخالف شروع کردن در موردش سری کامنت ها دادن به محل کارش پیام دادن یه سری این مسائلی که برای نونا پیش اومد نونا این همه این اتفاقا رو از انگار از ارتباطش با, با گروه میدونست ارتباطش با مثل میگم زیبا در حال منم به گروه رفت بودم من سهر یه جوری همه این گرفتاری که براش بیش اومد و این مثلا فکر میکرد که چون در کنار ما هست خب این مسائل براش بیش اومده من احساس که هم خیلی نونا دنبال این بود که واقعا بره نمیخواست یعنی خودش بارها من گفته بود که سمیرا من تحمل این فشارها رو ندارم تحمل این مسائل رو ندارم من اگه کوچکترین مسئله برام پیش بیاد دوباره یه حالتی میشم که نمیدونم حالا ناراحت میشم و چون نمیتونم راحتم صحبت بکنم حرفامو بزنم میرم به این کلمه که خود نونا میشه به کار میرم می می میرم تو قار تنهایی خودم و من احساس میکنم همه اینا واقعا یه بهانه بود که نونا میخواست بره میخواست بره و دنبال این میگشت که ببینه مثلا چه مسئله رو میتونه بولد کنه که نباشه میدونی این منظور من بچه من واقعا خیلی سخت دارم این صحبت ها رو میکنم چون من واقعا نونا رو دوست دارم و نونا یکی من دوستی ندارم زیاد تنها دوستی که من دارم که اینترنتی هم هست ما در ارتباطیم یکیشون یکیشون نونو یه یک دونه سهره یک دو تا دیگه دوست دیگه من دارم خب زیبا همیشه گفته رابطه ما رابطه ی دوستی نیست فرق میکنه منظور من از دوست اینی که سخت نمیدن خنده هامون با همه گریه همون با همه ناراحتی همه،, همه چیمون با همه میدونیم من واقعا برام سخته چون من کسی رو ندارم یکی سهره یکی نوناه و دو نفر دیگه دو تا دیگه یعنی چهار نفر کل کسی که من دارم همین چهار نفره و میگم واقعا برام سخته گفتن یه سری مسائل خیلی برام سخته یعنی دهنم خوش شده دارم حرف میزنم ببین م... میگم من فکر میکنم همه اینا یه بهانه های بهانه بود که نونا بره مم. نونا نمیخواست بیشتر از این کنار ما باشه چون م... تحمل این مسائل نداشت تحمل کامنت بد و نداره تحمل اینی که آدم کسی بهش بخواد نمیدونم تحمل این چیزا رو نداشت میگم دنبال یه بهانه بود که فقط دور بشه نباشه یعنی کنار ماها نباشه تا اینکه رفت و به هر حال لایوهای خودش داشت و کارهای خودش رو داشت کمانکان من با نونا میگم بچه من الان با نونا فکر میکنم از زمانی که من به اون کامنتو برای نینا دادم دیگه نونا با من تماس نگیره و من این حس کردم که از دست من ناراحت این حس من قشنگ از نونا گرفتم تا اینکه میگم نونا شروع کرد لایوای خودش رو طبق همون روالی که میذاشت من تغییری تو لایوای نونا ندیدم یعنی همون چیزی که قبل میذاشت الان میذاشت تا اینکه اون پستش که برای بادکش بود اون پست نونا یه دفعه ویو خیلی بالایی خورد و رفت تو اکسپلور رو که این پیج نونا اومد بالا و واقعا من اینو جدی میگم من از ته دل خوشحال بودم برای نونا و هستم و هنوزم هستم که این مسئله برای شده حتی یه جوری یه شده بودم که میرفتم پیج نونا رو چک میکردم مثلا میبیدم شده مثلا چه میدونم هفتاد مثل این هستن داروغا اعلام میکنن می نوشتم بچه نونا مثلا برای سهر می نونا سر مثلا سهر نونا شد هفتاد هزار اعلام می کردم و واقعا خوشحال شدم از اینکه دیدم پیج نونا اومد بالا بعد ببینید من سهر یه چیزی تو لایوش گفت در مورد مم... نمیدونم سهر بود یا زیبا بود نمیدونم که مم... انگار که مثلا این فالوورای زیاد یه تغییری تو،, تو نونا داده بود ببینید من توی لایوای نونا تغییری ندیدم همون لایو لایوهایی که قبل میذاشته میذاشت حالا مثلا آشپزی که نون میپخت نمیدونم م... کرمه به صورت و ژل سر و اینا بود اما اینو این شوق توش میدیدم که اون شوق زیاد رو توش میدیدم برای فالایر میدیدم که مثلا از اینی که فالوئراش داره میره بالا خوشحاله و سعی میکنه یه تغییراتی تو لایواش بده که اینا, اینا بمونن این فالوئر براش بمونن بچههایی که تو پیجش هستن براش بمونن ببینه اونا چی دوست دارن مثلا همین مسئله کرمو که زده بود خب متوجه شد خب این کرم میبره پیجو بالا خب سعی کرد میکاب گذاشت آرایش گذاشت م... تخمه کتان گذاشت سعیش خب این شوق بود این شوق بود این هیجان رو من توش میدم که ذوق داشت برای بله داشتن این فالای را میگم من تغییری تو نونا ندیدم تا دیشب تا دیشب یعنی من فکر نمی کردم اصلا که نونا بخواد م... م... تغییر اونجوری بکنه از این که بگه خب اوکی من الان مثلا فالوور دارم اینجوری هم پیجم شلوغه این فکر رو نمی کردم تا دیشب دیشب دی تو لایو نونا یه سری بچه ها براش پیاب می دادن بچه من یه از این بخورم بچه من کامنت اصلا نمی بینم اینو بگم به حالا بعد که صحبت هم تموم شد کامنت ها رو نگاه میکنم تا دیشب دیشب داشت نونا مثل که فکر کنم یه خمیر درست میکرد برای کیک بچه های اومدن سوال کردن ازش سوال میپرسیدن مثلا یه سه سالا نونا دونه دونه سوالاشون رو جواب میداد تا اینکه یه نفر ازش پرسید که نونا نظر در مورد زیبا چیه ام اصلا اون کامنت رو نخوند نونا یعنی اصلا اسم زیبا رو تو دهنش نیاورد ببین موقعی که من اینو بگم بهتون این مسئله که من دیدم که نونا حتی نمیخواست اسم زیبا رو بیاره حالا چلوی کسایی که خب به هر حال خیلی مخالف هستن که با زیبا مخالفن ممکنه تو گروه نونا باشن فالوش کنن و انگار که مثلا میخواست که فالایر های جدیدش ندونن اصلا از ارتباط نونا با گروه با زیبا بالاخره یه جورایی هم مهم هستیم دیگه من سر مهم هستیم انگار که نمیخواست اونا هیچی در مورد این مسائل بدونن و میخواست اصلا این جدا کنه وقتی که من این مسئله رو دیدم برام این قضیه محکمتر یعنی برام بیشتر برام روشن شد که نونا واقعا دنبال این بود که فقط بره و میگم دنبال بهانه بود حالا هر چیزی هر چیزی یه چیزی رو بود که اون زمان مسئله لایو چت بود و مجد مقدم و حالا اون مسئله پولی و اینا که اون مسائل رو عنوان کرد و سر این مسئله رفت ببینید خودم خود من من نمیدونم بچا م... نمیدونم چه جوری بهتون بگم ببینید من من خودم سعی میکنم همیشه سعی... کسایی رو که دوستشون دارم کسایی رو که دوستشون دارم دوست ندارم راحت در دست بدم برام سخت در دست دادنشون اونم به راحتی با یه مشکلی حالا پیش بیاد اصلا دوست ندارم به مثلا اون روز که من لایو سهر رو دیدم ناراحت شدم ناراحت شدم نه که ناراحت نشده باشم اما ناراحتیم جوری نبود که بخوام بگم ای مثلا حالا که من منم اینجوری نه نه اصلا همچین حالتی نبود اما یه لحظه بیش خودم فکر کردم بودم اگر کس دیگه ای جز سهر بود اگر این لایو یکی دیگه میذاشت یه،, یه نفر دیگه ای که من اصلا نه که بگم حالا باش بعد بودم و نه حتی بدم نبودم یه آدم دیگه ای بود می من لای می میذاش آیا من باز هم به هم باز هم همین جوری بودم باز هم مثلا می گفتم که اب نداره فکر کنم ببینم موضوع چی بوده چی نبوده عکس عمل من چی بود خب مسلمه فرق می کرد عکس عمل من فرق می ممکن بود اگه کس دیگه جو سر بود من یه جور دیگه ریاکشن نشون میدادم تا اینی که الان دارم نشون میدم مغز مثلا اونجا سر برگشت کتش که این خیاری که من زده بودم به صورتم برگشت گفتش که خب مثلا خوش البته به خودم هم گفته بود نه که بگم فقط تو لایف گفت به خود منم هم گفته بود ببینید من موقعی که بچه این خیاره رو که زدم به پوستم اون لحظه از به این فکر نمی کردم که این کار رو بکنم برای اینکه که فالوئر بگیرم نه اون لحظه به این داشتم فکر میکنم که بچه هایی میپرسیدن سمیرا پوستت خوب شده سیاهی زیر چشه رفته گفتم اینو بزنم که مثلا بچه ها ببینن بعد از این که من این پستو زدم داشتم کامنت ها رو نگاه کم یه کامنتی خیلی به چشم خورد که برگشت گفتش که تو کامنت نوشته بود که حالا خوب نونا یه کاری کرد سمیرا هم دوید انجام داد که مثلا حالا رو حسودی نونا فالوئر بگه به من یه ذره که بهش فکر کردم اینم میتونه اینم بود این مثلا بود این نبود که من فقط بگم که نه من فقط برای این زمینم.. نه شاید اینم بود آره من گفتم هم نمیدونم م... وقتی نگاه میکنم اینم آره این مثلا بود فقط این نبود که من بخوام به بچه ها نشونم چون من زیاد از این کارا نمیکنم یعنی نه که بگم بعدها ها این حرف بچه ها من نمیزنم نمیگم این کارو نه یکی میبینی همیشه این کارو میکرده من مثلا یادم خب نونا همیشه میکرد این کارا رو اما خب منی که نمیکردم یه دفعه مثلا یه دونه این, این کار رو انجام دادم آره اینم میتونست باشه اینم میتونست. بعد وقتی که رفتم این فیلم رو زدم برگردوندم نگاه کردم خودم نگاه کردم چقدر مصنوعی دارم این کار رو انجام میدم چقدر مصنوعی یعنی خب من، خود من اگه به عنوان یه شخص سومی بودم این فیلم رو نگاه میکردم میگفتم آره دیگه من رو بودم من نمیگم از فالوور بدم میادم نه من فالوور دوست دارم دوستم دارم پیجم بره بالا اما به همون روشی که الان دارم منظورم اینی که بخوام بیام روش پیجم رو عوض بکنم یا اینی که بخوام دو فقط دنبال این باشم که فالوور بگیرم نه اما وقتی بره پیجم بالا ببینم فالوور دارم آره دوست دارم وقتی ببینم اضافه میشه اینم از این و یه مسئله دیگه ای که در مورد نونو بچه من ام نکم ناراحت شدم امیدوارم که نونو الان تو لایو من نیست من زدم امیدوارم که لایو من ببینه ببینه و اگه واقعا ناراحتی اگر هست حس, م... حس میکنه اونم به من بیاد بگه یه چیز دیگه ای که من یکم دلم دلم شکست نه که دلم شکست ناراحت شدم یه ذره اما هیچی نگفتم به نونو ببین زمانی بود که خب به هر حال ما هممون هم هم بچه با هم بودیم زمانی که نونا پیجش خب خیلی پایین تر بود تا الان من فکر میکنم هشت هفتش تا بود ده تا بود یادم نمیاد ببینین اوایل خب سهر با نونا دوست بودن بیشتر بعد من با نونا دوست شدم من یادم که سهر میومد مثلا میگستم این پیج نونا رو استوری کنیم یا این پست نونا رو استوری کنیم اینو شیر کنیم یا به من پیام میداد میگفت موقع که لایف میذاری نونا رو بیار بالا یا خودش که لایو میذاشت نونا رو می بالا من نمی آورد یعنی عامل باعث دوستی من و نونا خب سر شد اما من مثلا تو این یه مدت یک بار ندیدم نونا خودش بیاد همچی پیشنهادی رو بده مثلا یه بار بیاد بگه که من سر می بیا با هم لایف بذاریم یا مثلا نمیدونم یه پست سهر رو استوری کنه من میخواستم بهش یه بار من یه بار آه یه بار کار پیج کاری سر رو چیز کردم استوری کردم نونا رو نتونستم تک کنم و بهش گفتم که نونا تک نمیشه افتادم دنبالش افتاد دنبالش درستش کرد یعنی دو بار سه باره به من پیام داد که سمیره چی شده چه اتفاقی افتاده فلان شده بیسا شده که درست بشه اما باز بشه خودم گفتم که بازم من این کار کردم بازم من اومدم مثلا به نونا گفتم نونا من اسم سهر رو تک کردم مثلا استوریش کن دوست داشتم مثلا مصخ... نمیدونم چرا دوست داشتم خودش این کار رو بکنه خودش بگه اینم از این و یه چیز دیگه بچه من خیلی امروز چیز صحبت کردم امروز خیلی قاطی پاتی صحبت کردم گفتم اول لایو بتون خیلی لایو سختیه برام میگم چند بار گفتم تو این لایو من اگه یه نفر باشه که م... نمیدونم با هم ارتباطی نداشته باشیم خب برام خیلی راحت تره بخوام لایف بزنم صحبت کنم در موردش و یه چیز دیگه هم که فکر میکنم آخر سری پیش سر همین مسئله بی بی سی بود که نونو بگش گفت من چند تا پیج من چند تا از پستا رو کلوبریت کردم این مال بی بی سی بوده فلان اینا م... میگم اینم در ادامه ی حرف قبلیم اگر بگم مثلا چیزی که حس خودم حس میکنم نمیخواد نانا نمیخواد هیچ چیزی انگار از ماها تو پیجش باشه کلابریت کنه و خیلی راحت نمیتونه بیاد اینو بگه مثلا بیاد بگه آقا مثلا نکنی یادم اون زمانی که ناراحت بود پیجای فکر اذیت کرده بودن به من گفتش که سمیرا میشه می منو چیز نکنی استوری نکنی تگ نکنی من استرس میگیرم یه ذره تپش قلب میگیرم گفتم باش نمیکنم گفتم تا زمانی که خودت نخوای نمیکنم اما بازم انگار من در سبرت بر من نشد یه،, یه،, یه چند وقتی که گذشت خودم دوباره بهش گفتم نونا استوریت بکنم یا هنوز مثلا اوکی نیست حالا یادم نمیاد اون موقع چه جوابی بهم ده. در حال دوست داشتم دوستانم نونا یه جوری باشه مثلا خودش بیاد الان بگه برگرده بگه آقا مثلا سمیرا آهان اینم بگم به تو من یه وایس به نونا دادم گفتم نونا یه بعد از اینکه گفت بودم پیج سهر رو گفتم نونا ببین من یه وقت دوست ندارم باعث بشم که به تو چیزی رو تحمیل کنم و تو به خاطر اینی که من دوستتم بیایی چه کار کنی به خاطر من کاری رو انجام بدی گفتم اگه فکر میکنی که نمیخوای مثلا سهر رو استوری کنی یا نمیدونم پیجش رو تک کنی یا هر چیزی یه وقت به خاطر من نباشه یعنی به خاطر من انجام ندی خب خیلی هم دست من ناراحت شد بعد از این وایس گفت من خودم افتادم دنبالش که این مسئله رو حل کنم تو چرا مثلا همچی حرفی زدی به هر میگم بچه ها یه, ما... یه این اتفاق ها همه افتاد افتاد و این مسائل افتاد یه یه حسی یه حسی بهم دا... یه ببین مخصوصا بعد از پیامی که من برای نینا دادم یه حس م... یه حس فاصله افتاد بین بین خودم حس فاصله بین خودم و نونا حس کردم ببین مسئله نینا را من الان بچه ها بهتون بگم حالا دارم لایف حرف بزنم م... نینا یه دختریه که همیشه روک صحبت کرده حالا روک بودن با اینی که یه دفعه آدم قاطی بکنه بیاد هر چه دانش یه مقداری فرق بکنه اما خب این حالت رو نینا داشته نینا داشته اولین بارش نبوده یکی دو بار حالت پرخاشگری رو داشته حتی با خود من من زمانی که آلمان بودم زیبان و خونه من گرفت نینا خب اومد تو پیوی من و خیلی چی با من صحبت کرد که چرا میذاری زیبا هر دلش می‌خواد بابا خودم خواستم خودم خواستم که ناخونم رو گرفته یه دفعه اولی که رفت پیش زیبا و دفعه اول اون حالت یه دفعه نمیدونم یه حالت های داشت با بازی با داشت که خود نونا و اگرش من گفتم من یکم وقتی حالت های نینا رو دیدم یه ذره به چیز شدم احساس کردم که چرا چت... چرا باید نینا انقدر مثلا خش داشته باشه یه همچین حرفایی که حالا گذشت و من با نونا صحبت کردم گفتم بابا نینا اینجوری اینجوری حالا بگذاریم یه سری صحبت ها شد که رابطه شون با هم دیگه دوباره نینا و نونا اوکی شد اوکی شد تا اینی که منم با نینا بچه رابطه خوبی دارم منم با نینا صحبت میکردم حتی زمانی که من مریض بودم همین سری آخر به من زنگ زد چقدر با من صحبت کرد اما خب یه دفعه وقتی که م... اومد تو لایو زیبا بالا اولا من واقعا متوجه حرف نینا نشدم که نینا چی داره میگه چرا داره علکی مثلا اینجوری رفتار میکنه یا مثلا اون پیامایی که به زیبا داده بود حس کردم که اوکی الان به خاطر نونا عصبانی شده حالا هرچی شده داره یه سری پیام اینجوری میده و من واقعا خودم به عنوان کسی که تازه تو خبرها هستم متوجه نشدم منظور نینا چیه اون مسئله گذشت تا اینکه اون پیام ها رو من از نینا دیدم که یه دفعه میدین یاد چی افتادم بچه یاد فیلم های افتادم که آدم پول دارا میرن میشنن تو تاریکی بعد یه سری آدم جلوشونن روشون بیت میزنن مثلا میگن تو اینو بکش مثلا بیت من انقدر پول میدم تو اینو این کار کن تو اینو این کار کن میشنن یعنی تو تاریکی فقط پول خرج میکنن رو آدما اکسپریانس انجام میدن این کارو بکن تو میکن. من یه لحظه پیام نینا رو دیدم یه همچین چیزی جلو چشم من اومد و نمیدونم چی دیگه واقعا نمیدونم چی بگم یعنی پیام نینا خیلی افتضاح بود خیلی بد بود توقع همچین پیام ببین من توقع رفتار خشن از نینا داشتم اما اینی که یه دفعه بیاد همچین پیامایی رو بنویسه من پول خرج میکنم که نمیدونم بدونم آخر داستان چی میشه بشینم تماشا کنم مثل بازی کامپیوتری خیلی این حرفش به من یه دفعه موند رو روزه هم نشست که وقتی من بهشون پیامو دادم گفتم اگه میخوای از نونا دفاع کنی بیا موردی دفاع کن بگو آقا اینجا شما اشتباه کن اما اینی که بیای ندونی همچون فقط بخوای دعوا را بندازی و بازی در بری نه این نمیشه میگم با این ها بچه ها. من این میگم مینا هم یکی از دوستان منه اما نه دوستان این رده نزدیک مثل سهر و نونا نیست برای من اما باز نینا هم یکی از کسایی که من باش ارتباط دارم که بعد از اینکه من اون پیامو دادم مثلا انگار احساس میگم نونا ناراحت شد و دیگه تمام یعنی اصلا نونا حتی یه پیام هم به من نداد این مسئله نونا از اون ور مسئله سینا سینا من معلوم فکر شاید خودش تو لایف باشه سینام با من ما با سینام ارتباطی بدی نداشتیم تو گروه پیام بده نمیدونم فلان بسا اونم از ارتباط سینا که یه دفعه با یه پیام من بیاد یه دفعه برگرده بگه تو اینجور اونجور 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 اما خب میگم خوشبختانه بچه چون من یه حالا خوشبختانه یا بدبختانه من نمیدونم خوبه یا بده من دوست دارم آدمایی که دوستشون دارم و به راحتی از دست بدم برای نگ... نه اینکه بگم باج بدم نه اما اگر مسئله پیش بیاد همونجور که چند وقت پیشا بود یه ناراحتی من از نونا داشتم که خیلی ناراحت شده بودم از دستش اول سکوت کردم نخواستم بگم اما خودش متوجه شده بود بعد از یک روز بهش پیام دادم گفتم نونا من سر این مسئله دست ناراحتم بیا این مسئله رو با هم حلش کنیم و حل شد میدونی؟ هنچون، حالا این فاصله که یک لفه من مخصوصا دیشب مخصوصا دیشب، یه فاصله تا دیشب انقدر نبودم و دیشب یه حس خیلی فاصله زیادی نسبت به خودم و نونا کردم که حالا م... میسپرمش، حالا میسپرمش ببینیم چی میشه دیگه، این فاصله چجوری میخواد درست بشه بالاخره نونام صد حتما صحبت در مورد من داره ناراحتی های من داره اما من چیزایی گفتم که ممکنه بچا اصلا میگم اما هیچکدوم از این حرف های من اینا چیزایی بود حسایی بود که خودم داشتم نسبت به مسائلی که اتفاق افتاد حسایی بود که خودم داشتم اما ممکن درست نباشه ممکنه نونا بیاد بگه نه تو اشتباه فکر کردی تو اشتباه حس کردی همچی مسئله ای نبود اینم از این بچه یه لاسه بچه یه لاسه بزنی بچه ساری من یه لحظه چیز که میشم با داینا صحبت میکنم نه بچه ببینین ناراحت نیستم فقط ناراحتی نیست خیلی من, من کردم تو این لایو بگم به تو خیلی دارم کامنتاتون رو خیلی هم کردم اما میگم دیگه یه سری چیزا بود که یک کمی چیانیم یکی داد زن نه دایانا بود طبقه بالا بود داشتم با دایانا صحبت میکنن طبقه بالا بود از بالا داشت صحبت میکنه داد نمیزه اوکی بریم بچه ها دنبال فقط این این که م... چیزین دنبال فقط همین یه چیزی در میادیم نه، دا چیز بود، دایانا از بالا داشت صحبت میکن بچه نه دیگه این لایفمون ببندم حسودی <تصال> حسود نونا رو میگه نکنید من نونا رو بچه ها دوست دارمش خب بریم بچه لایو رو ببندم. این رو میبندم بعد اگر چیز شد دوباره یه آلا یا لایو دیگه مرسی که اومدید